آموزش بوتسترپ در این بخش آموزشی میخواییم ابزارهای مورد نیاز خودمون رو جهت کار با بوتسترپ آماده کنیم و شروع به طراحی وبسایت با استفاده از بوتسترپ بکنیم خب در قسمت قبل در مورد واکنشگرا و وبسایت های ریسپانسیو صحبت کردیم در اینجا میخوایم یک نمونه عملی هم به شما با استفاده از وبسایت خود بوتسترپ نشون بدیم تا متوجه بشید که اصلا واکنشگرا دقیقا به چه معنیه در ابتدا که ما بر روی وبسایت بوتسترپ قرار گرفتیم اگر من وبسایت رو به این شکل کوچیکتر کنم همونطور که می‌بینید قالب وبسایت بدونه که بخواد به هم بریزه متن‌ها رو به صورت مرتب و کامل در اینجا به نمایش در میاره با توجه به اینکه در واقع من قالب رو کوچیکتر کردم و به این شکل در اومده که انگار صفحه نمایش به این اندازه هستش اگر همین قالب رو باز هم کوچیک‌تر کنم و مثلا به اندازه رزولوشن و در واقع به اندازه صفحه نمایش یک تبلت در بیارم می‌بینید که وبسایت مجدداً تغییر پیدا می‌کنه و مطالب به این شکل به نمایش در میاد و بدونید که به هم بریزه مطالب رو کامل شما میتونید مشاهده کنید اگر باز هم سفر رو کوچیک‌تر کنم و به اندازه صفحه یک موبایل در بیارم، خواهید دید که باز هم بدون اینکه به هم ریختگی پیش بیاد، تمامی مطالب به صورت لیستوار در اینجا به نمایش در میاد و به راحتی کاربرها میتونن در واقع مطالب این وبسایت رو بخونن. مفهوم واکنشگر بودن وبسایت دقیقا به همین شکل هستش که مشاهده می‌کنی، یعنی با تغییر اندازه صفحه نمایش نباید نمایش مطالب اون وبسایت به هم بریزه. سفر رو مجدداً به قبلی برمیگردیم و بزرگتر می‌کنیم. به این صورت باید وبسایت کام با صفحه نمایش همخانی داشته باشه بعد از اینکه شما وبسایت بود استراب رو شناختیم و در حال حاضر با مفهوم واکنشگرا بودن وبسایت آشنایی دارید وقتی این رسیده که IDE مورد نظر خودم یا محیط توسعه مورد نظر خودم رو آماده کنیم IDE ای که من در اینجا میخوام مورد استفاده قرار بدم IDE به نام ویژوال استودیو کد هستش که ابزارهای خوبی رو در اختیار شما قرار میده که بتونین در واقع کد های مربوط به زبان مختلف رو انجام بدین که براحتی CSS, Bootstrap و در واقع کامپوننت های مربوط به اون رو پشتیبانی میکنه که یکی از بهترین آیدی ها بوده و من خودم به شما پیشنهاد میکنم که جهت کارها و طراحی قالب وبسایت از این آیدی استفاده بکنید. من در اینجا ویژوال استودیو کد رو دانلود و نصب کردم، اون رو اجرا میکنم و در ادامه به شما یاد میدم که چه نوع ابزارهایی رو در آیدی نصب کنید. برای دانلود این آیدی میتونیم به راحتی به وبسایت مورد نظر با آدرس کد به این شکل مراجعه کنید منتظر میشیم تا وبسایت کد visualstudio.com باز بشه در اینجا وبسایت ویژوال استودیو کد رو مشاهده میکنید که میتونید با کلیک کردن روی این دکمه دانلود و نصب کنید نصبش بسیار ساده است و مثل نرم ساده نصب میشه دقیقا همونطور که شما یک نطبت پلاس پلاس رو نصب می‌کنید به همون ترتیب و با همون راحتی میتونید ویژوال استودیو کد رو نصب کنید وقتی که شما ویژوال استودیو کد رو نصب می‌کنید شما در واقع یک ویرایشگر خالی و بدون ابزار خاصی رو در اختیار دارید که از خودش چیزی نداره و شما میتونید هر چی که لازم بود رو با اون اضافه کنید برای اضافه کردن ابزارهای مورد نیاز به ویژوال استودیو کد به بخش اکستنشن ها میرین که روی این گزینه باید کلیک کنید تا ابزار جستجو در اینجا فعال بشه من اجازه بدید این پنجره ها رو ببندم در اینجا میتونید ابزارهای مورد نظر خودتون رو جستجو و نصب کنید حالا ابزارهایی که میخوایم نصب کنیم و قرار هست به کارمون بیاد و از اونها استفاده کنیم چه ابزارهاییه در نوار جستجو در اینجا بوت استرپ رو سرچ میکنیم به این صورت بوت استرپ اسنپ خب بعد از اینکه بوت استرپ رو در اینجا تایپ کردین ابزارهای مربوط به بوت در اینجا مشاهده میشه که شما باید در ابتدا بوت استرپ اسنیپس رو نصب کنید که در اینجا من چون نصب کردم دیگه دکمه اینستال رو به من نمیده ولی وقتی شما تازه از این آیدی استفاده میکنید و میخواین که بوت رو ابزارهای مربوط به بوت رو نصب کنید دکمه به نام دکمه اینستال مثل دکمه های دیگه در اینجا در اختیار شما قرار خواهد داد که شما با کلیک کردن روی اون میتونید شروع به نصب بوت استرپ که بتونید از اون بوت در واقع پشتیبانی کنه ابزارهای دیگه ای مثل بوت استرپ 4 سی دی اسنیپت رو میتونید در اینجا مشاهده کنید پس ابزاری که شما باید نصب کنید ابزار بوت استرپ 3 اسنیپت هستش که باید حتما نصبش کنید ابزار بعدی ابزاری به نام HTML CSS ساپورت هستش که مجددا از اونجا که من قبلا نصب کردم دیگه دکمه اینستال بر من نیست ولی برای شما خواهد بود پس ابزار بعدی ابزار HTML CSS supports هستش که باید حتما نصبش بکنید ابزار بعدی ابزاری هستش به نام اینتلی سنت که با این شکل نگارش میتونید تایپ کنید که البته شما با زدن عبارت اینت میتونید ابزارهای مربوط به اون رو پیدا کنید که در اینجا ما ابزار مورد نیازمون این هستش IntelliSense for CSS class name in HTML رو انتخاب و نصبش میکنیم و در واقع همین سه ابزاری که در اینجا معرفی شد رو ما نیاز داریم که از اونها استفاده کنیم پس شد ابزار CSS class name HTML and CSS support و بود ابزار مربوط به bootstrap snippets رو باید نصب کرده باشین بعد از اینکه این سه ابزار رو نصب کردین آیدی شما آماده است که کارهایی رو که میخوایم در نظر داشته باشیم و کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم رو بتونیم در اون پیاده سازی بکنیم و در واقع از این به بعد و با نصب ابزارهای معرفی شده کد های مربوط به CSS، HTML و Bootstrap رو خواهد شناخت و به راحتی میتونیم کار خودمون رو ادامه بدیم. البته لازم به ذکر که شما میتونید از هر ID دیگه ای استفاده کنید و هیچ محدودیتی در این باره وجود نداره. میتونید شما به از کد ویژوال استودیو استفاده کنین میتونین از نوت پلاس پلاس استفاده کنین از دریم ویور استفاده کنین از پی اچ استفاده کنین و فرقی نمیکنه که چه آی رو به کار میگیرین ولی آی دی که من در اینجا تو معرفی کردم یک ابزار کامل در این حال سبک هستش که به هم شما میتونین رو از وبسایت خودش دانلود کنین و قابل دسترسی هستش و میتونین کد نویسیتون رو در این آی دی به انجام بدین پس در اینجا ابزارهای ما با نصب ابزارهایی که در اینجا معرفی شد و با استفاده از ایدی ویژوال استودیو کد آماده هست و ما میخوایم که کود نویسی رو شروع کنیم در آموزش بعدی شروع به معرفی صفحات مختلف نمایشی میکنیم اینکه شما باید بدونید که چه صفات نمایشی رو انتخاب کنید اصلا به چه شکل صفات نمایش رو باید بشناسین و چطور صفحه وبسایت یا قالب وبسایت خودتون رو با انواع صفحات نمایش بخواین فیکس کنین تا بتونه در رزولوشن های مختلف به خوبی به نمایش در بیاد